امروز مهمون خونه خانم رضایی عزیزم و دخترشون هستیم. خوب میخوام رضایی؟ سلامت بشی، ممنون از اینکه تشریف آوردی. صحبتتون بخیر باشه. سلامت بشی. خب حالا اسم چیه؟ یکتا. به به، یکتا خانم. یکتا خانم میدونی مامان چی میخواد امروز به ما یاد بده؟ میدونی یا نه؟ چی میخواد یاد بده خانم رضایی؟ سالاد سیب زمینی. سیب زمینی که داره دیگه چی میخواد؟ سیب زمینی پخته، ژامبون مرغ یا گوشت فرق نمیکنه، نمک، جعفری خرد شده، زیتون، پیاز سرخ شده، سس مایونز، فلفل و پودر سیر. خب بعد به جای سس مایونز میشه از ماست استفاده کنیم؟ بله میشه. بله زیتونم به خاطر بچه‌ها کاملا خرد کردم، میشه به صورت درست هم انداخت که شنگتر بشه، ولی به خاطر بچه‌ها ریز خرد کردم که چون یک دفعه راحت تر بشه بخوره. دیگه بعد راحت باشه که بخوره دیگه. سیب زمینی که آماده کردیم پخته، خرد کردیمش. بقیه مواد و اون که پخته است آماده است. سیب زمینی بقیه مواد یه مقدار فقط بخواد این که از خامی در بیاد یه تفت کوتاه میدیم، همه رو با هم مخلوط میکنیم بجز سس ژامبون و جعفری و زیتون و پیازم که سرخ شده، فقط در حد اینکه گرم بشه. خب اینا رو می‌ریزیم داخل این سر. بله. می‌بریم روی مایتابه با یه کمی روغن تفت کوتاه. بله. چقدر خوش رنگ شد دیگه، الان آماده است دیگه، بعد ببریم گاز. بله یه مقدار تفتش بدیم، نمک بخورم الان میزنیم. بله اضافه کنیم که این چی بود؟ فلفل و فلفل و پودر سیر، یه مقداری هم نمک. دیگه آماده تفت دو دقیقه تفت بخوره که سبزی از خوابی در بیاد کافیه. پس میریم سرخش بکنیم. خب حالا موادمونو که با هم مخلوط کردیم میخوایم داخل روغن سرخش بکنیم. یکتا جان نزدیک گاز نشی خاله. خب مواظبی که نسوزی نه. آره بچه ها نباید نزدیک گاز بشن. الان یکتا جون خیلی مواظبی، ما هم اینجا هستیم. خب خانم رضایی تفت بخوره فقط دو سه دقیقه. بله بعد از دو سه دقیقه ما فکر می‌کنم بعد بزنیم موادمون یه خورده خنک بشه. درسته؟ بله، بعد چیکار می‌کنیم؟ قاطی سیب زمینی می‌کنیم و سس بهش اضافه می‌کنیم. بله بعدش هم من یکم می‌خوام بخوریم. ده دقیقه منتظر موندیم خنک شد، حالا با هم مخلوطش کنیم. با خود قطعه زیتون هم میشه تزیینش کرد، یا با مام سبزی جعفری که داخل موادش هست با سبزی جعفری هم میشه تزیین کرد، ولی میخوام من گوجه رو انتخاب کردم که به خاطر تضاد رنگش قشنگ تر میشه. راستی چی شد که تصمیم گرفتیم که زنگ بزنیم رو دعوت کنیم خونتون؟ این راستش یه روزش برنامه رو نگاه میکردیم، یکتا جون منو تشویق کرد. الهی گفت که مامان دست زنگ بزن. حیف نبود سالاد به این خوشمزدگی رو ما یاد نگیریم ازتون. سلامت بشین، با نظر لطفتون.